روز بسیار افتخارآمیزی است برای ما، اون هم در روزهای اول بهمن ماه که طلوع فجر انقلاب اسلامی در این ماه پربرکت رخ داد و امروز برای ما بسیار حائز اهمیت که این پروژه بزرگ افتتاح میشه. به نام خداوند بزرگ و با توسل به روح بلند پیامبر عظیم الشأن اسلام ائمه هدا علیهم السلام فاطمه اطهر و همچنین همه شهدای پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 بهره برداری از طرح بزرگ پالایشگاه گازی بید بلند خلیج فارس رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. روز بسیار مبارکی برای مردم بزرگ ایران است. در روزهای اولیه بهمن ماه که برای ما همواره پیام‌آور پیروزی ملت و صلح و آزادی و استقلال و همچنین این پروژه بزرگ در روزی افتتاح میشه که اونها که مدعی بودند ایران رو به زمین خواهند زد و میتونن ملت سرفراز ایران رو در برابر استبداد و قلدری کمر اونها رو خم کنند، اونهایی که این همه مدعی بودند و توطئه کرده بودند و برنامه ریزی کرده بودند، به حمدالله در روزی این پروژه بزرگ افتتاح میشه که اونها نیستند. اونها با ذلت و سرفکندگی سرنگون شدند و کارهای روزهای پایانی عمر منحوسشون برای همه جهان و ملتها و ملت خود آمریکا هم روشن شد که اینها از آغاز ضد دموکراسی، ضد پارلمان، همون جوری که یه روزی مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای ملی اون زمان رو مستبدین به توپ بستند، اینا هم آخر عمرشون کنگره رو به توپ بستند با اوباشی که به سمت کنگره فرستادن. اینا از آغاز کارشون به همین صورت بودند، منتها در پایان برای همه آشکار شد که این تروریست ها چه جنایتی بر مردم آمریکا و بر مردم جهان روا داشتند. الحمدلله این پروژه عظیم و بزرگ که یکی از بزرگترین پروژه ها در سطح منطقه و خاورمیانه است، امروز به دست فرزندان این مرز و بوم و این ملت و تلاشگران به افتتاح رسید. اینکه مردم عزیز ما شاهد باشند، ما این طرح رو در سال 94-95 که شرایطی بود که دست و بال ما در سایه برجام باز شده بود و تونستیم نفت رو صادر بکنیم و پول نفت، بخش بزرگی از پول نفت به صندوق وارد بشه. مردم ما میدونن که ما الان نفتی که میفروشیم 38% قیمت نفت به صندوق واریز میشه. حالا مردم فکر میکنن مثلا ما نفت که میفروشیم همش در اختیار دولت هست، 38%ش به صندوق میره، 14.5 در اختیار خود شرکت ملی نفت هست برای خود توسعه و اداره نفت. بنابراین اون چه در اختیار ما قرار میگیره مقدار کمی هست و هرچه شرایط مناسب تری بشه، درآمد ما اضافه بشه، این درآمد نفت تقریبا بخش بزرگش در اختیار صندوق توسعه قرار میگیره برای تحول در تولید و بخش صنعت
و ما امیدواریم سال آینده همونطور که ما پیش بینی کردیم 2,300,000 بشکه نفت بفروشیم و پیداست که بخشی از این سهم نفت در اختیار صندوق قرار میگیره برای توسعه کشور. خب این تحول بزرگ امروز در استان خوزستان ما میبینیم. استان خوزستان یکی از استانهای بسیار مهم ما هست، نه تنها از نظر نفت و گاز که سرآمد هست، بلکه از نظر کشاورزی و همچنین از لحاظ اینکه به آبهای بین المللی متصل هست و جایگاهی که مردم آزاده همواره مرزبان خوبی برای کشور ما بودند و در دفاع مقدس نقش بسیار مهمی رو ایفا کردند. من به این مردم خوب، عزیز و مردمی که با وحدت و اتحاد، فارس‌ها، لورها، عرب‌ها، همه در کنار هم متحد یک پارچه در این استان فعال هستند و تلاش می‌کنند، امروز شاهد یک طرح بسیار بزرگ و مهم پالایشگاهی هستند که 3.4 میلیارد دلار برای این طرح هزینه شده و طرحی است که برای محیط زیست بسیار مهمه. در این دولت یکی از کارهای بزرگی که انجام گرفته کارهای محیط زیستی است. اینا در واقع فلرها، مشعلها که فضا را آلوده می کردن، گازهاشون جمع میشه و میاد در این پالایشگاه و بعد در پتروشیمی ها یا اونایی که گاز شیرین هست به هر حال به خط سراسری ملحق میشه و این کار بزرگ امروز به انجام رسید که من بسیار متشکرم از همه کارگران، از همه مهندسان و از همه مدیران. در اینجا نکته ای رو من میخوام عرض کنم خدمت ملت شریف ایران و اون این که قدرت ملی ما یک بخشی از اون در سایه قدرت انرژی است. یعنی کشوری که دارای منابع بزرگ نفت و گاز هست و همچنین در کنار خطوط جهانی کشتیرانی قرار داره، جنوبش خلیج فارس هست، دریای عمان هست، متصل میشه به اقیانوس هند، شمالش دریای خزر هست، جایگاه بسیار ویژه و مهمی داره. مردم ما بدونن بزرگترین منبع گازی جهان در ایرانه. ایران از لحاظ منابع گاز در سطح جهان مقام اول رو دارا هست. بیش از 31,000 حدود 32,000 میلیارد متر مکعب کشور ما گاز در اختیار داره و خب به تدریج این گاز، البته خب به دست آوردن این گاز، فراوری اینا خیلی مشکلات داره که خب الحمدلله داره انجام میگیره. امروز در دولت دوازدهم برای اولین بار تاریخ ایران شاهد تولید روزانه 1 میلیارد متر مکعب گاز هست و حالا با این همه گازی که ما داریم تولید میکنیم و در اختیار میذاریم باز هم در زمستان مشکل داریم دیگه. حالا باید یه مقدار تلاش فرهنگی بکنیم، کارهای دیگری انجام بدیم که مردم عزیز ما در مصرف یه مقداری مراقبت بفرمایند در این شرایط زمستانی که این همه گاز مصرف نشه. و خب در نفت و گاز ما جایگاه ویژه‌ای داریم و این قدرت ما هست. دنیا نیازمند به نفت و گاز ایرانه. شما حالا امروز رو نبینید که چند سالی ما رو در فشار گذاشتن، در تحریم گذاشتن. بالاخره جهان و منطقه به نفت ایران و گاز ایران نیازمند هست، اون هم جایگاهی که ایران داره. و یکی از منشأهای قدرت ملی ما همین مسئله انرژی است
ما میتونیم هاب منطقه در تولید برق و صادرات برق باشیم، در تولید گاز و صادرات گاز باشیم. منتها من اینجا به همه مدیران و وزیر محترم نفت و به همچنین همه مسئولین عرض میکنم که ما در زمینه نفت و گاز کار بزرگی رو انجام دادیم. در زمینه گاز ما دارای منابع بسیار غنی هستیم، در زمینه استحصال گاز کار بزرگی رو داریم انجام میدیم، در زمینه پالایش گاز. اما در زمینه صادرات گاز عقب هستیم. ما باید جزو کشورهای 5 کشور اول دنیا باشیم در صادرات گاز، در توانمندیمون در تولید جزو کشورهای مهم جهان هستیم. در صادرات هم البته الان ما عمدتاً به 2 کشور صادر میکنیم، میتونیم به 3-4 کشور دیگر هم گازمون رو صادر کنیم. هم در جنوب میتونیم صادر بکنیم، هم در شرق میتونیم صادر بکنیم. الان گاز ما عمدتاً در غرب ایران داره صادر میشه به 2 کشور. صادرات گاز ما باید رتبه بالاتری پیدا بکنه و این در سایه این هست که خب البته من میدونم در فصلهای ما دست ما بازه برای صادرات، اما ما باید بتونیم صادرات مداوم داشته باشیم. در فصل زمستان هم باید بتونیم این صادرات داشته باشیم. این یکی از کارهای مهمی است که ما از حالا باید برنامه ریزی بکنیم برای سالهای آینده، دولت 13، دولت 14، تا اون جایگاه مناسب رو ما در سطح منطقه پیدا کنیم انشاءالله. نکته بعدی که میخوام بهش تأکید بکنم نقش بانک هاست. ببینید در این پروژه بزرگ و عظیم، ببینید چقدر سیاست خارجی نقش داره، چقدر بانک ها نقش دارن، چقدر فناوری نقش داره، چقدر جهاد و تلاش جوانهای ما و مهندسین ما نقش دارن. همه اینها نقش دارن در جایگاه خودشون. اگر سیاست خارجی ما نبود و اگر برجام در 94 به ثمر نرسیده بود، پولش نبود، ما الان اینجا 2 میلیارد دلار از صندوق گرفتیم، صندوق پولی نداشت. صندوق پولش مال سالهای 94 و 95 و 96 که ما تونستیم این نفت رو بفروشیم و صندوق شرایط مناسب پیدا بکنه. بسیاری از قطعات، بسیاری از کامپوننت هایی که مورد نیاز ما هست در این پالایشگاه های بزرگ میبایست میخریدیم، میآوردیم و این شرایط سال 94 و 95 و 96 بود که برای ما آماده کرد و ما تونستیم طرحهای بسیار عظیم و بزرگ رو به ثمر برسانیم. من البته در این زمینه خیلی نمیخوام توضیح بدم، میخوام اونایی که بد زبان هستند و البته شاید مطلع نباشند بدونند که سیاست خارجی و دیپلماسی چقدر میتونه در اقتصاد و در تولید و در جهش تولید نقش داشته باشه. این مسئله اول. مسئله دوم، نقش جهادگری و ایثار جوانها و مهندسین ما. شما این پالایشگاه عظیم، یک شهر بزرگ رو میبینید، اگر ایثار، فداکاری، فناوری نبود در کشور ما و اگر میخواستیم از خارجی ها استفاده کنیم، خب نمیامدن. در شرایط تحریم کسی نمیامد اینجا و ما با دست فرزندان خودمون این پالایشگاه های عظیم رو به ثمر رسوندیم. این جزو افتخارات بسیار بزرگ ماست. امروز ایران جزو کشورهایی است که ابر پروژه های بزرگ رو در نفت، در گاز، در پتروشیمی، در برق، در پالایشگاه های آب، در کشاورزی، در سدسازی، در نیروگاهسازی، کار بسیار عظیم و بزرگی فرزندان این مرز و بوم دارن انجام میدن. الحمدلله من همین روز سه‌شنبه ما یک جلسه داشتیم برای تامین نیازمندی های وزارت بهداشت و درمان برای سال آینده، سال 1400. اونجا گزارشی که
وزیر محترم بهداشت و درمان دادن خیلی خوشحال کننده بود که ما بسیاری از تجهیزات بیمارستانی را امروز شرکت‌های دانش بنیان خودمون درست می‌کنن. بخش اعظم داروهای مورد نیاز، حدود 93-94% داروی مورد نیاز ما در داخل تولید میشه. کار عظیم و بزرگی امروز ملت بزرگ ایران داره انجام میده. خب این هم بخش دیگری هست که ما باید بهش توجه کنیم. و بخش سوم نقش بانک ها هست، حالا از خود صندوق گرفته که حالا یک منبع بزرگ هست برای بانک ها، و چه بانک های عامل، همه اونها تلاش کردند که این پروژه به ثمر نشسته. بانک سپه، بانک صنعت و معدن، تجارت، ملت، پارسیان، همه اینها یک کنسرسیوم تشکیل دادن و با این کنسرسیوم تونستند که از منابع صندوق استفاده کنند، به عنوان بخش عامل بیان وارد عمل بشن و هزینه های این پروژه عظیم رو به ثمر برسانن. و اینکه بخش غیر دولتی امروز آمده در صنعت پتروشیمی، ما همه بحث ما تا حالا این بود که پتروشیمی رو بخش خصوصی بیاد به عهده بگیره، پایین دستیاش بیاد احیا بکنه. امروز به حمدالله میبینیم در بالادستی پتروشیمی هم بخش خصوصی میتونه فعال باشه. الان این پالایشگاه بالادستی پتروشیمی است که محصول این پالایشگاه در اختیار پتروشیمی ها قرار میگیره. بنابراین این هم کار عظیم و بزرگی است که امروز داره انجام میگیره. و همطوری که وزیر محترم نفت گفتن، امسال ما 10 پتروشیمی رو افتتاح کرده بودیم، امروز 11 پتروشیمی مهم بود که با ارزش 3,400,000,000 افتتاح شد. یکی از افتخارات بسیار بزرگ برای ما هست در این زمینه. و من در این زمینه میخوام بگم که وزارت نفت ما در بخشای بزرگ در فراورده ها کار بسیار بزرگی رو در این چند سال انجام دادن. مردم ما میدونن که در آغاز این دولت ما تولید بنزین ما یه چیزی کمتر از 50 لیتر در روز بود، 49 خورده ای، حالا حدود 50 لیتر در روز بود. امروز تولید بنزین ما 110 لیتر در روزه، یعنی بیش از 2 شده تولید بنزین ما. ما کشوری بودیم وارد کننده بودیم، بنزین رو وارد می کردیم، امروز ما صادر کننده هستیم. اساساً در فراورده سال 92 فراورده‌ای که ما صادر می‌کردیم، امروز 4 اون داریم صادر می‌کنیم. یعنی توان ما برای صادرات فراورده‌ها، حالا بنزین، نفت گاز، نفت کوره است، هر چه، حالا همه محصولاتی که ما داریم، همه فراورده‌هایی که ما داریم، داریم صادر می‌کنیم. در مجموع در سال 92 تقریباً حدود 6 میلیون کمتر 5.9 بوده، 5.9 میلیون تن بوده صادرات ما، امروز رسیده به 223 میلیون تن، یعنی 4 شده صادرات ما. خب پس در بخش صادرات محصولات نفت ما به حمدالله حرکت بسیار خوبی کردیم. در زمینه صادرات گاز هم حرکت خوبی کردیم. من همه حرفم اینه که ما یک گام دیگه برداریم برای صادرات گاز، مصرف داخلی رو بتونیم مهار بکنیم و بتونیم انشاءالله بیشتر صادر بکنیم گاز رو. این هم قدرت ملی ماست، هم توان ملی ماست، هم درآمد. و کلمه آخر، مردم عزیز ما بدونن این پروژه عظیم و بزرگی که عمدتاً از سال 94 به این طرف خیلی فعال شده، حالا بوده البته قبلش 17-18% مال قبله، ولی عمدتاً در این چند ساله که فعال شده، این پروژه عظیمی که 3.4 میلیارد دلار هزینه شده، در عرض 4.5 سال پولش در میاره. سالی 700 میلیون دلار ارزش صادرات این
بخش عظیم تولیدی است. خب مردم بدونن وقتی یک کار عظیم و بزرگ انجام میده، این کار عظیم ممکنه 4 سال، 5 سال، 6 سال طول بکشه، در همون مدت این پولش برمیگردونه. اگه 6 سال کار شده، 4 سال بعد کل پول برمیگردونه این، و بعدش هم دیگه میشه در واقع سودی که اینها داره. پس ما امروز در یک شرایطی هستیم، در یک جایگاهی هستیم، هم میتونیم به دست فرزندانمون ابر پروژه ها رو نهایی بکنیم، و هم میتونیم محصولاتمون رو صادر میکنیم، و هم میتونیم سرمایه رو در یک مدت کوتاهی برگردانیم. این جزو افتخارات کشور ما هست. روز بسیار مبارکی بود امروز، 42 پنجشنبه افتتاحیه ما بود، اما خب امروز افتتاح بسیار عظیم و بزرگ و ملی یک طرحی که در خاورمیانه اول هست و بی‌نظیر هست افتتاح کردیم، بسیار افتخارآمیز بود برای وزارت نفت ما، برای صنعت نفت و گاز ما، برای پتروشیمی ما، برای شرکت‌های خصوصی ما، برای خوزستان عزیز ما، برای مردم بهبهان، برای همه مسئولین، استاندار محترم، نمایندگان محترم و همه دست‌اندرکاران مبارک باشه این کار عظیم و بزرگ که شما ملت بزرگ ایران رو خوشحال کردید در سالهایی که دشمنان میخواستند ما کار بزرگ رو نتونیم انجام بدیم. شما یکی از کارهای عظیم و بزرگ رو در شرایط تحریم سالهای 97، 98، 99 که بدترین سالها و سختترین سالها بود، بزرگترین طرح‌ها رو به ثمر رساندیم. خداوند اجر و مزد و پاداش شما را همون او عنایت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.